أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. عرض سلام و ادب خدمت استادان، علما، حضار گرامی در تالار، جوانان عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله. من روز میلاد با سعادت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را به تمام کسانی که برای آن ارزش می نهند خجستباد عرض می دارم. حضور گرم شما عزیزان را سعادت آفرین می دانم. روز بعثت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و هفته وحدت امت اسلامی در حقیقت روز عید بزرگ است، روز حیات توحید است، روز آزادی و کرامت بشر است، روز عقل و علم و خردمندی، همدلی و همنوایی است و هم صدایی است. بنان خدمت همه حضار عزیز تبریک میگم. اساس دعوت پیغمبران علیهم الصلاة والسلام بعد از توحید الله جل جلاله توحید مردم است. و اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. به یک رسن الهی چنگ بزنید و هرگز دنبال تفرقه، تشتت و پراگندگی نروید. زیانهای تفرقه را هم قرآن بیان می کند که وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. قوت شما، انسجام شما و نیروی شما به هدر می رود، ضایع می شود. بناً همدل و همصدا باشید. به خاطر انسان بودن ما، به خاطر مسلمان بودن ما و برای مثبت بودن ما، وسعت فکر داشتن ما و دین عالی و زیبا داشتن و دنیای دلپذیر داشتن نیازی به وحدت داریم، نیازی به همدلی داریم. و از تنگ نظری ها و افرادگرایی هایی که زندگی من را به چالش ها می کشاند باید دور باشیم. هر ملتی در جهان همواره و همیشه سعی می کند که زیبایی های تاریخ خودش را بیرون بکشد. آنچه که در لابلای تاریخش از زیبایی ها نهفته است آشکار بسازد. حوادث غرور آمیز تاریخ ملت ها بیانگر اصالت و حقانیت آنها تلقی می شود. وقتی به تاریخ پربار اسلام مراجعه می کنیم و می بینیم نقش پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم به عنوان رهبری دولت اسلامی در تأمین و تحکیم وحدت اسلامی خیلی برازنده بوده و زیبا و ارزشمند بوده. بعد از سفر هجرت به مدینه از جمله کارهای اساسی که پیامبر اسلام انجام میدهد موضوع عقد مواخات و برادری بین مهاجرین و انصار است که اینها باید در یک شهر و سرزمینی که زندگی میکنن برادرگونه و با حفظ همه ارزش‌های برادری و انسانی زندگی بکنند. و قبایل‌های اوس و خزرج که سالیان بسیاری با هم درگیر بودند، پیامبر اسلام توانست با قدومشان به مدینه یک برادری و صمیمیت بین آنها تأمین بفرماید که مایه افتخار تاریخ اسلامی ماست. بنان عزیزان دل، یک بار با خودمان بیندیشیم. از زمانی که امت اسلامی وحدت خودش را از دست داد دشمنان هوشیار و زیرک در کمین چقدر سرمایه های امت به یغما بردن. امروزه قضایایی که در جهان اسلام اتفاق می افتد راحت عالم تسنن و تشیع به اصطلاح شانه خالی می کنند. هیچ کسی به خود مسئولیت نمی گیرد، در حالی که جا دارد اگر وحدت مذهبی نداشته باشیم که عملی و امکان پذیر نیست،
حداقل به تعبیر علمای بزرگ اسلام وحدت جبهه داشته باشیم، در یک سنگری محکم، در یک سنگری با صلابت و یک سنگری شرف و عزت در مقابل دشمنان اسلام هم صدا و هم نوا و هم دل و هم نظر باشیم. این تنوعات مذهبی، تنوعات قومی، اینها بر اساس یک تنوع از زیبایی ها خلق می کند. در عالم تسنن ما مذاهب حنفی و شافی و حنبلی و مالکی داریم. اینها یک تنوع است، در حد یک تنوع می دانیم. ولی آنچه که برای وحدت امت اسلامی نیاز است، وحدت جبهه است. جامعه اسلامی را وقتی ارزیابی می کنیم یا ارزیابی می کنیم، می بینیم حیات اجتماعی ما کم کم مرده. استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما یحییکم. دعوت دین به سوی حیات است، به سوی زندگی است، به سوی زندگی کردن و زندگی داشتن است. به هر صورت آموزه های دین ما روی این مطلب خیلی تاکید دارد و اسلام روی با هم بودن تاکید کرده است. من به عنوان آخرین قسمت صحبتم که فرصت استادان و عزیزان را نگیرم، روی چند موضوعی تاکید دارم. یکی موانع وحدت. موانع وحدت چی چیز مانعی است اکنون که نمیتانیم دور هم جمع شویم؟ استعمار در حال حاضر سه کاری اساسی انجام میدهد. یک، قطع کردن فرهنگ اسلامی از طریق ناسیونالیسم، مسائل نژادی، ملیتی، قومیتگرایی، از این طریق نقش بارز را استعمار ایفا می کند برای در هم کوبیدن وحدت امت اسلامی. الان شما میبینید بحث تمدن ایران و روم و چین و هند و اینها مطرح است، در حالی که در طول 1400 سال جز فرهنگ اسلام فرهنگ دیگری مطرح نبوده. ولی حالا بحث رفته روی فرهنگ های ملیت ها و اقوام. دوم، باقی گذاشتن تنازوهای مرزی استعمار پیر و انگلیس در عالم اسلامی نقاط را گذاشته که همیشه تنش افزا باشه، دیورند و کشمیر و فلان اینها همه یک نقاطی بسیار حساسی برای تفرقه امت اسلام. و سوم، نشر کتب ضد فرهنگی اسلامی و اخلاقیات اسلامی عوامل را استخدام میکنن. ما هنوز اصوله های مشترک زیادی داریم، میتونیم دور هم جمع شویم. مثلا خدایی که همه پرستش میکنن یکیست، لا اله الا الله. دوم، به خاتمیت رسالت پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم همه معترفن، همه محمد رسول الله میگن، کسی منکر نیست. سوم، همه قرآن کریم را کتاب مقدس آسمانی و قانون اساسی الهی در زندگی خود میدانن. چهارم، همه به سوی یک قبله نماز میخونیم که مکه معظمه هست، اینها اصوله های مشترک ماست. پنجم، همه در یک ماه معین سال روزه میگیریم، ماه مبارک رمضان، فریقین روزه میگیرند در این ماه. ششم، همه در مراسم حج کنگره جهانی مسلمین شرکت میکنیم، برادروار مراسم و مناسک حج با پایان میبریم. هفتم، همه خاندان و نبوت و بالاخره خاندان نبوت و اهل و بیت پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم دوست داریم. عالم تشیع و تسنن احترام خاصی و اهل و بیت رسول خدا صلی الله علیه و سلم قائلن. من من حیث یک عالم سنی آماده ام که جانم را برای خاندان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم فدا بکنم. با این پیمان ما دوستشان داریم، همچنان برادرای تشیع ما هم. هشتم، همه فرهنگ مشترک اسلامی داریم، پیروی فرهنگ قرآن و سنت رسول صلی الله علیه و سلم هستیم. پس همین ها کافی است که دلهای ما را با هم پیوند بدهد. راهکارهای هم برای وحدت هست که فکر کنم فرصت من به پایان است و استادان عزیز دیگری باید صحبت بکنند. خوشحالم از اینکه در حضور شما بودم. بسیار عالی. طیب الله ان شاء الله. و اطیع الله و رسوله ولا تنازعوا ولا فتفشلوا وتذهب ريحكم
ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. د محترم مولوی صاحب څخه ډیره مننه واقعا چې اهمو نکتو ته اشاره وکړه چې هغه د اخوت او د ورورولۍ او د مسلمانانو یو موټی کېدل او اتحاد اتفاق. کله چې همیشه دښمن په کمین کې دی او هغه غواړي چې مسلمانان په یو نوم او په بل نوم باندې پارچه پارچه کړي، توازوهای دښمن مکر سیادی بود ای بیدل که خمخم رفتن سیاد بهر قتل مرغان است. د دښمن په هغه عاجزۍ او د هغه په فریبونو باندې هیڅکله مسلمان باید ونه غولیږي. هغه دین، هغه قانون، هغه قرآن چې موږ ته سپېڅلی پیغمبر علیه الصلاة والسلام راوړی، په هغه باندې چنګ او منګولې ولګوو او یو بل ته د ورورولۍ او د قوت سینې خلاصې کړو. کله چې د ورورولۍ او د قوت فضا منځته راشي، نو کفار په کنج کنج د دنیا کې به د مسلمانانو څخه ډار او ترس ولري. هغه کفار چې د مسلمانانو همیشه دښمنان دي، هغه کفار چې د اسلام د دین بیخکن او ریشکن دي، نو کله چې مسلمانان سره موټی شي، مسلمانان سره اتحاد او اتفاق ولري، نو هیڅکله به کفار په مسلمانانو باندې یرغل ونه کړي. نو الله دې موږ استاسې جامعه متحد او اتحاد ولري. او د مولوی صاحب د خبرو څخه ډېر مستفید شو، الله دې اجر درکړي. قربان شما. خیلی خیلی سپاسگزار هستم جناب مولوی صاحب مجتهد. دستبندی شده، منظم، کلیدی، کاربردی، مختصر و مفید مواردی که ایشان مطرح کردن جامع و مانع بود. انصافا در این بازه زمانی بسیار کوتاه این موارد را برشمردن و فهرست کردن کار سختی است. خیلی استفاده کردیم از محضر شما.